استوار و قدرتمند همچون استاد بزرگ بردیا دانشور، استاد بزرگ جوان ایران که در مسابقات اخیر عملکرد بسیار خوبی رو داشته و همه ما رو به آینده شطرنجی خودش امیدوار کرده. ویژگی بازی بردیا دانشور عزیز چیه؟ چه جوری تونسته تو این مدت این همه پیشرفت داشته باشه؟ تا پایان این ویدیو با من همراه باشین. میخوام ویژگی اصلی بازیش و نقطه قوت بازیش رو براتون بیان کنم. در شارجه امارات دست به مهره شده، جایی که بزرگان دنیای شطرنج حضور دارن. دور اولش رو که میخوایم با هم دیگه ببینیم، بازیش با الکسی سارانا هستش. چهار بازیش رو در چهار دور مختلف براتون بررسی میکنم. نگاه کلی رو به بازی ها خواهیم داشت. تک تک حرکات رو شاید نشینیم بررسی کنیم. تا جایی که بتونم تحلیل و تفسیرها رو خدمتتون ارائه میدم. صحنه های حساس رو با هم دیگه بررسی میکنم. شما هم با لایکاتون میتونید از این ویدیو حمایت کنید. الکسی سارانا، آنلاین باز بسیار قدرتمند روسی که الان داره برای سربستان بازی میکنه، با ریتینگ 2706 مهره سیاه، و بردیا دانشور عزیز با ریتینگ 2581 مهره سفید رو داره. حرکت محبوب بردیا چیه؟ اگه گفتین گسترش اسب خونه F3، چیزی که دوستش داره. و اینجا 3-4 حمله به مرکز حریف. جسه همیشه دوست داره که فیلش رو فیانکتو کنه، فیلش وارد خونه G2 میشه، فیلی هفت و قلعه. یه نکته ای رو خدمتون عرض بکنم، این که بردیا معمولا قبل از این قلعه D4 رو بازی نمی کنه، که با فیل B4 کیش مستقیم و اون مانور حرکت ایستگاهی در شاخه کاتالان مواجه نشه. حرکت و انیمیشن مهره ها هم به نظرم جالب تر شده. این صفحه مهره هم به نظرم جالب تر اومد. شما هم میتونید نظر خودتون رو در مقایسه با ویدیوهای قبلی برام بگین. دوست دارم که کارمون زیباتر باشه. حرکت قلعه انگار دو دستی داره قلعه میره، همون کاری که ناکامورو با نپو کرد و کار خوبی نبود. D4 الان دیگه به کاتالان رسیدیم. 3-6 از 3-3 بردیا حتی میگه پیاده هم نوش جانت اگه میخوای بزن، ولی حریفم بازیکن محکمیه سارانا اگر بشناسید نمیزنه و حرکت اسب وارد خونه D7 میکنه. وزیر D3 آماده چی هستیم؟ E4 میخوایم مرکز رو بگیریم. B6 و حرکت E4 دیگه سفید مرکز رو گرفت. فیلاشیش B3 D در E4 از در E4 و حرکت B5. حرکتی که احتمال میدم این شاخه کلن بردیای عزیز رو یکم غافلگیر کرده باشه و اینجا تصمیم بسیار عجیب و غریبی میگیره، من میگم 95% این تصمیم یک اوورلوک بوده، 5% رو هم روی این میذارم که خودش اینجوری خواسته که وارد این وضعیت بشه، ولی برای من خیلی درکش سخته که چرا خودش خواسته باشه وارد این وضعیت بشه. سفید مرکزش تحت فشاره. همیشه گفتم اگه مرکز خوبی رو میسازید باید بتونید ازش هم حمایت کنید و اینجا سفید موفق به انجام این کار نمیشه. باید F6 رو میزد و بعد از پس گرفتن فیلش رو وارد E3 میکرد. دیگه شاخهای فرعی خیلی صفمون تار یعنی کم رنگ میشه و دیگه نمیخوام این رو زیاد توضیح بدم. به در 3-4 ساختار پیاده ی آویزان رو بازی میکرد و سفید حتی برتری مختصری رو هم داشت. اما در بازی اصلی بردیا حرکت 3-5 رو بازی میکنه، حرکتی که یک پیاده رو همینجوری از دست میده و نمیده. سیاه میزنه در 3-5 میگه بده من، این چی بود؟ با این که نمیتونی بزنی وزیرتو میزنم، با اسبم بزنی دوباره با فیل میزنمت، دوباره که نمیتونی، آچمز پیادت، پیاده آچمز وزیره. بردیا اینجا یکم رو سری بازی میکنه، میزنه و بعد وزیرش رو سری هم وارد 3-2 میکنه. آیا برنامهش همین بوده آیا چی بوده رو واقعا من، چون بعد از اسب 7 وزیر در 3-6 اسب B6 اینجا، من به این وضعیت که بازی رسیده سیاه رو 100 روز هفته 7 روز البته هفته برمیدارم. چرا؟ چون که یه پیاده ضعیف داره سفید، خونه D5 به سرعت اشغال میشه، یه رخ وارد C8 میشه، چی میخواد دیگه؟ سیاه فیلش هم به B7 برمیگرده، بهترین وضعیت پیاده منفرد وزیر رو گیر آورده. اما از اینجا به بعد بازی رو دقت کنید، فیل به D2 میاد، رخ C8 میگه وزیرتو بردار، وزیر برمیگرده عقب، اسب میشینه D5، همون چیزایی که خدمتتون عرض کردم. بردیا ویژگی اصلی بازیش چیه؟ سفت و سخت بازی میکنه، شطرنج ساده ای رو بازی میکنه. یعنی تقریبا هر آنچه که در مورد علیرضا فیروزی ها میدونید بردیا برعکس شطرنج رو بازی میکنه. ورژن قوی ترش به نظر من یه کسی مثل عبدالستاروف، بازیکنای محکم شطرنجی، بازیکنایی که با منطق بیشتری شطرنج میکنن تا با هیجاناتشون، و دوست داره که وضعیت های ساده رو بازی کنه.
از حتی حریفان ضعیف‌تر وضعیت‌های ساده رو می‌بره. یه ویدیو داریم که یکی از بهترین ویدیوهای کانال چگونه در شطرنج ساده ببریم، بازی بردیا عزیز هستش، بردیای عزیز هستش، اولین بازی که ازش در کانال بررسی کردیم. در انتهای ویدیو براتون لینکش رو میذارم که برید ببینید، اون رو هم ببینید، از هر دو کار حمایت کنید. خلاصه اینکه ساده بازی می‌کنه و یکم هم نبازه، همین سفت و سخت بودن بازیکن باعث نباز بودنش میشه. مثلا علیرضا میتونه هر کسی رو ببره در شطرنج، کارلسن رو بزنه ببره، یهو بیاد به مثلا حتی به عباسوف ببازه، حالا نباخته، ولی منظورم اینه که همچین امکانی هم وجود داره به خاطر سبک بازیش. ولی بردیا این همه نوسان رو نداره به خاطر این بازیش. حالا اینجا سیاب احتمالا سارانا گفته این خیلی هم قوی نیست، جونمی جون، بازی اولو ازش میبرم، همه چیز اوکیه، ولی خب از اینجا به بعد بازی رو دقت کنید. رخ اف وارد 3-1 میشه، تعویض رو به حریف پیشنهاد میده. اسب بی5 میخوای بزن، B4 رو بازی میکنه، اسب G4، فیل تو برو عقب، میره عقب و حالا اسب E3، بازم تعویض رو پیشنهاد میکنه. اسب C3، فیل در C3، B در C3. این صفحه که بالا سر من میبینید که بردیا داره، همین بازی همین لحظه از صفحه هستش، بازی هستش که سیاه برتری خوبی رو هم داره، ولی بردیا میاد تعویض، یعنی میدونه که این فیلش خیلی فیل خوبی نیست حریف و باید یه سری تعویضا رو انجام بده که اسبش بتونه وارد خونه C4 بشه. F5 انجین ها میگن اگر اول میزد بعد F5 میکرد بهتر بود، ولی همون میشد، یعنی به نظر من شاید رخ D8 بهترین حرکت بود. اینجا زدن انجام نمیشه، F5 وزیری 5 تعویض وزیرها صورت میگیره، همون میشه، انجین اول این رو میگه ولی چیز اتفاق خاصی نمیفته. سارانا به این فکر بوده که خب ستون F رو هم نیمه باز میکنم و این روکی رخ هم وارد بازی میشه، ولی ایشون اسب رو گذاشته 3-4 زده و بعد پس گرفته. حالا داریم پیاده 3 رو میزنیم، پس رخ F3، شاید رو این حساب کرده که اگر شاهی 2 رخم رو میذارم F8 و پیاده F2 رو میگیرم، پس شاهی 2 وجود نداره، ولی این حرکت رو به نظر من از قلم انداخته. حرکت مانور بسیار زیبا، اسب میخواد به E4 برگرده، هم F2 رو داره هم به C3 حمله میکنه. رخ F8، اسب به E4 میاد، فیل آسه، میخواسته که مثلا بزنه کلا سرش بذاره، البته میدونه که بردیا هم نمیزنه، فیل B2 و حمله دوگانه به جفتشون میشینه. رخ C2، رخ F5 میگه خب پیاده تو الان باید به ما بدی، F4 هم بازی کنی، G5 میام، با اسبم بزنی با رخ میزنم، پس نداری همچین چیزی رو. ولی چیکار میکنه؟ اسب D6 میزنه، اسب C4 برمیگرده، رخ میاد H5 با تهدید کیش شاه اینجا. حالا بردیا یه پیاده رو داد و اینم نمیتونه بزنه چون F2 رو داره میگیره، ولی مهرهاش آزاد شدن، رخ حریفم جای بدی قرار گرفت، رخ برمیگرده F4. حالا دیگه میخوام C3 رو بزنم، میخوام E6 رو بزنم. سیاه یکم بازی رو پیچیده میکنه و یه حرکت زیبای دیگه، میخوای بزن، اگه میزنی میزنم، اینم بزنی میزنم و بعدش این پیادت هم میگیرم، بازی کاملا متعادله. میره عقب، F در G5، رخ برمیگرده F3، حتی اینجا هم خیلی خطرناکه، ولی بردیا این پیاده رو میگیره، از هیچی نمیترسه، رخ هم برمیگرده. سارانا تمام تلاش خودش رو میکنه، حتی اینجا شاهش رو هم بدون ترس توی آخر بازی فعال کرد، اسبش میاد توی E2 و تقریبا درست این اسب خوب، اسب و رخ خوب تونستن پیاده رونده حریف رو مهار کنن و میبینید که با شاهش هم بسیار شجاعانه بازی میکنه، میدونه که در آخر بازی شاه باید فعال باشه و چند تا حرکت دیگه انجام میشه و سارانا دیگه یه جایی به این نتیجه میرسه آقا این من نمیتونم ببرم و حتی اینجا اگه ادامه بدم دیگه شاید بدترم بشم، یه کیش میده و میگه آقا مساوی، اونم میگه مساوی، چون شاه F3 رو فیل E5 داره، سیاه خونه C7 رو کنترل میکنه و اتفاقی نمیشه، نمیفته. این بازی اول، بریم سراغ بازی دوم، با آندرای استیپنکو بازی داره، بازیکن بسیار با استعداد، بسیار قدرتمند روس که هنوز برای روسیه بازی میکنه، 2703 ریتینگشه و خیلی قدرتمنده. بریم این بازی رو بازی کنیم. اصلا کسی که کاروکان بازی میکنه محکمه، اگه شطرنج محکم دوست دارین کاروکان رو هم یاد بگیرین. 3-4، اگر الان مجموعه ای رو میخوایم فعلا فرانسه رو بازی کنیم، بعدا اگر فرصت کنم کاروکان رو هم براتون میذارم، فعلا که نمیرسیم. وزیر به F4 میاد، شاخه زیبایی این شاخه برای سفید، وزیر میاد جلو راه فیل قرار میگیره، فیل بعدا میتونه وارد E3 بشه و اگر سیاه یه روزی قلعه بزرگ بره، قلعه کوچیک بره، میتونه وزیرش به این قلعه حمله کنه. خلاصه این مانور جالبیه. از 3-3 و حالا سفید ظاهرا همه چیز به نفعشه، ولی بردیا اسبش رو میذاره توی خونه B4، میدونه که وزیر که توی D1 نیست دیگه نمیتونه از پیاده C2 حمایت کنه و الان دیگه سفید آسه نداره، باید فیلش رو بذاره D3، میگه بده من فیلتو، کیشی 3-3. صدا رو هم حال میکنید انصافا، ببینید چقدر به فکر اینم که ویدیوها
بهتر بشه، شما هم به فکر اینین که من رو بیشتر حمایت کنید. H5 فیل G5 وزیر B6، اینجا برتری خوبی رو گرفته آقای سیپنکو، قلعه میره و میگه پیاده رم بزن. فیل D7 رخ F3 1، هنوز این فیله نتونسته وارد بازی بشه و D4 از سمت سیپنکو، حرکتی که انجین ها پیشنهاد نمیدن. کلا میگن همینجا رخ C رو میذاشتی، رخ F رو میذاشتی B1، با ایده A3 B4 اینا بازی میکردی، راحت این بود. یا رخ A رو میذاشتی B1 با ایده B4 اینا. این رخ F3 1 و اینهاشو خیلی دوست ندارن. اینجا میگن میتونسته بزنه ولی خود دل شیر میخواد بزنه. فیل C6 رخ C2 وزیر A6 میخواد از خونه های سفید رنگ نفوذ کنه. فیلی 7 رو هر جا بیای میزنه و نمیشه، فیله هم جای بهتری نداره. اس میاد، وضع خوبی رو سفید الان تو این بازی حداقل از لحاظ عملی به دست آورده، ولی بردیا شطرنج محکم خودش رو ادامه میده. بالاخره فیل رو میاره بیرون، زمانی آورد بیرون که وزیر آورد اومده این ور و یه فشاری روی پیاده H4 داره و با شاه میزنه، هیچ نگرانی نداره. وزیر کیش F6، این کیش رو انجین ها نمیپسندن، ولی کیه که جلو خودش رو بگیره این کیش رو نده؟ مثلا حالا میگه B3 بازی، کی B3 بازی میکنه اینجا؟ وزیر کیش F6، دیدین وزیر توی E4 چه نقشی رو ایفا کرد؟ این دفاع کردنشه که من خیلی دوست دارم از سبک بازیش. حالا بریم تعویض وزیرها، تعویض وزیرها رو انجام میده و حتی این E در F6ی که سیپنکو میزنه کار رو براش بدتر میکنه. از G2 حرکتی بود که انجین ها پیشنهاد میدن، میزنه از E1 و اینجا دیگه سیاه شاید حتی داره بدهکار طلبکار میشه و سفید بدهکار میشه. فیل A4، سفید حالا کم کم یه پیاده رونده رو اینور درست میکنه و بازی بازم به نفع سفید میشه دیگه. بازی پشت صفحه هستش، با انجین که بازی نمیکنن، هانس نیمان هم نیستن. هانس 3 از 3 بود، یعنی 3.5 از 4 الان از 4 بازی، خیلی خوب بازی کرد این مسابقه. رخ D1 بازم مثلا حالا چیشی چیزی، هر دو بازیکن زمانشون کمه و اینجا سیاه میزنه و یهو شاه E5، یهو سیاه طلبکار میشه. این فیلی که در همه بازی بد بود داره وارد بازی میشه. اسب میاد F5، فیلی 6 میگه برو عقب، نمیری عقب، میزنه و حالا میزنه تو اسب رخ چش. اینجا یهو بازی برای حالا کسی سخت میشه به اسم آندرای سیپنکو با مهره سفید و رخ وارد H2 کیش میشه و یک تصمیم بسیار حیاتی و سخت. اینجا شما شاه رو وارد G3 یا F3 میشین یا نه، وارد E1 یا F1، به عرض اول میرین یا به عرض سوم، برای ما توی کامنت ها بنویسین، چون یک وضعیت بسیار جالب آخر بازی. آقای سیپنکو مرتکب اشتباه میشه و شاهش رو برمیگرده عقب و بازنده میشه. خیلی ظاهرا حرکت معقول تریه، چون شاه رو بریم G3، رخ میاد A2 و داره میزنه آسر رو با کیش، ولی میگه شاه جرچ میای اینجا و دفاع میشه این وضعیت. حالا چه جوری دفاع میشه دیگه منم نمیدونم، ولی خب اینه، این سخت آخر بازی واقعا. اینجا توی بازی شاه میاد توی E1 و رخ میره A2، پیاده رو میزنه، از اونم دفاع میکنه A5 و الان بردیا کاملا برنده هست. شاید باور نکنید ولی داره بازی رو میبره و پیاده رو هم میاد جلو، اینو هم میزنه. دو تا پیاده در آخر بازی رخ جلوه، نمیتونه هیچ وقت این رو بزنه، چون وارد یک آخر بازی شاه پیاده میشه که سیاه به راحتی میبره، پیاده رو یه پله دیگه میاد جلو و به همین سادگی. یعنی یهو زد، یعنی آدم فکر میکنه خیلی راحته بردن این استاد بزرگا وقتی بازی بردیا رو میبره، پله پله و اینجا دیگه حریف تسلیم شده دیگه، فهمید که آقا رخش هم اگه برداره مثلا شاه وارد اینجا میشه و شاه راه رو برای شاه باز کرد و F1 وزیر میشه. دور دوم رو از سیپنکو برد. دور سوم با ساموئل ساهاکیان بازی داره، بازیکن ارمنستانی، تیم ملی ارمنستان، فوق العاده قدرتمند، قهرمان زیر 18 ساله های جهانه و بریم این بازی رو ببینیم. باز در این بازی 3-4 از 3 اینها بازی میشه و میزنه در D5. بازی شاهد گامبی وزیر شاخه راگوزین هستیم و من خیلی شروع بازی رو منتظرتون نمیذارم. بریم توی بازی، دوباره یه قلعه زیبا رو دیدیم. فیل B5 یه تعویض‌های صورت میگیره. وزیر آسه بردیا باز هم خیلی خوب نیستش، انجین ها حرکت از D2 رو پیشنهاد میدن، بعدن قله، ولی وزیر آسه که بازی میشه بعد از P4 دوباره وضع بردیا خوب نیستش. حالا داره H5 میاد سیاه و کار رو سخت میکنه، یعنی اگر اس رو به D2 میذاش دیگه از P4 رو میتونست بزنه و بعد از فیل در E4 قله بره. H5 رو مثلا H4 چیزی بازی کنه یا H3 بازی کنه، ولی وقتی وزیر رو میذاره آسه از P4، حالا اگه قلعه بری H5 وضع خیلی خرابه، چون H3 یا H4 بازی کنی میتونه G3 رو بزنه و این اسب توی E4 فوق العاده جاش خوبه.
بردیا میگه آقا بریم تعویض اسباب، بعضش که بد میشه میره سراغ تعویض. دقت کردین یه الگویی در ستا بازی تکرار شد، شروع بازی ضعیفتر از حریفان، همشون ریتینگشون بالاتره، فایلای شروع بازی قدرتمندتری رو دارن، وضعش بدتر میشه. خب حالا وضع بدتره، بریم دفاع کنیم. خیلی کارش درسته، از دو میزنه با شاه میزنه و شاهش رو هم حتی وارد بازی میکنه. ببین درک بازیکن چقدر باید بالا باشه که اینجا بعد 16 دقیقه فکر خیلی خوب به این نتیجه میرسه آقا من شاهم وسط باشه بهتر از اینه که این وضعیت رو تحمل کنم اسپش رو توی ایچار. خیلی درک بالایی میخواد، بهترین حرکات رو بازی میکنه. اصلا وقتی که وضعش بدتر میشه انگار انجین روشن شده. اینجا هم یه اشتباه میکنه این آقای ساهای ساخاکیان ساموئل هر کی که هست، اسب چهار مثلا انجین میگه باید بازی میکرد، یا آشیش، از اینجور حرکت هایی که اسب میذاره دشیش که بیاد توی ایچار کیش میگه بده من بابا. حالا رو این حساب کردی که حالا ستون سیرم دارم، ولی گفته بشین بابا. وزیر اف 6 اف 3 وزیر اینجا و حتی 3 4 رو هم بازی میکنه، یعنی قشنگ نمیترسه. سیا رو این حساب کرده بخو حالا رخ میاد 3 8 یکی رخ میاد 8 اف 5 اف 4 اینا شاید بیام میگه او 3 4 رو بازی میکنه، میزنه میزنه و وزیر که میره 7 پیلو میذاره ده پنج رو خواسته هش، میگه آقا مساوی رو قبول داری جان خودت، ما رو هم نبری مثل این کی بود، مثل استیپنگو ظاهرن تو کارت همینه و میگه آقا بریم مساوی. اوکی این بازی مساوی میشه، شاید حتی رو خواست اگه این بازی کنی سیاه زرنگی که پیشنهاد تصاوی داره چون داره رو خواسته یک ایچار اینا بازی سفید راحت تره، ولی خب شاه وسط بردی هم یه تصمیم منطقی میگم منطقی سعی میکنه شطرنج بازی کنه. بازی بعدی با آیدین سلیمان لی بازی داره، بازیکن بسیار با استعداد فوق‌العاده قدرتمند در بازیکن رده‌های سنی خود بردی هم 17 18 سال بیشتر نداره. ایچاری 5 و این بازی دیگه کاروکان بازی نکرد مقابل این حریف، به نسبت حریف شاید هم دید در بازی دوم کاروکانش نگرفت دیگه تو این بازی عوض کرد. شاهد لوپز دسه هستیم و به شاخه‌های شبیه شاخهای ایتالیایی ژوکوپیانو برمیگرده. برای هر حریف هم دوستان تدارکات مخصوصی رو میچینن، یه دور فیلر رو از جریان بازی خارج میکنه بعد فیلر رو برمیگرده ای هفت. راجع به اینها در مجموعه ایتالیایی صحبت کردم. فیل جس آشیش میگه فیل تو برو عقب، رخی هشت فیل فشت. این مانورها کاملا شناخته شده هستن، بازیکنای سیاه باید بلد باشن. حالا اگرم یاد نداشتین تو این بازی یاد میگیرین. فیل رو به به هفت میذاره، میخواد یه روزی یا اسبشو برداره 3 5 بازی کنه یا اصلا د 5 در برنامه ها هستش. رخ 1 سفید میخواد از د 5 جلوگیری کنه، روی ای 5 فشار داشته باشه. حالا مثل سیستم های بریر اسب وارد د 7 میشه. این بازی زمانشون وجود نداره، منم نمیدونم چقدر فکر کردم، پس دیگه نمیتونم روی اینکه چقدر غافلگیر شدن یا نه صحبت کنم. ولی الان شبیه لوپز شاخه بریر که اگر اشتباه نکرده باشم اسمش بریر بوده باشه. G6 مانور قشنگی که میخواد فیلش رو به G7 فیانکتو کنه، این ورم فیل فیانکتو میکنه. D5 سفید خوب نبوده، باید چه میدونم B4 خیلی حرکت سختیه با ایده A4 مثلا جلوی C5 اینا رو هم میگیره. D5 و حالا سریعا در مرکز ضربه میزنه، میزنه در D5 میزنه در D5 و وزیر رو میذاره A5. میخواد بیاد جناح وزیر، خونه های سیاه رنگ هم ضعیفه. آس وزیر میاد تو C3، وزیرش هم خوب میاد داخل واقعا نمیترسه. حالا وزیر رو برمیگرده C7، B4 سفید حرکت بدیه، درک استراتژیک خوبی نداره که بعد از B4 خونه احتمالا فهمیده که خونه C4 میده، گفته اصلا مهم نیست خونه C4 بگیره، ولی رو خونه A4 خیلی یعنی جفتشو نمیتونه تو بازی حمایت کنه. حالا میبینیم B4 اصلا چه لزومی داشت اینجا، شاید خواسته از C5 جلوگیری کنه ولی باید نگه میداشت. مثلا فیل H4 فیل D3 این چیزایی هستن که انجین پیشنهاد بعد B4 رخو میذاره C8. فیل میاد D3، حالا اس میره H5 اول و بعد اس میاد توی F4. حالا اگه جرئت داری بزن، میزنم این یکی. فیلم میاد اینجا نمیتونه بزنه، فیلو میذاره F1. حالا اسب B6، حالا اسب داره میاد توی A4 و جلوی این رو نمیتونه بگیره. این اسب میتونه وارد خونه C3 اینا بشه، یه فشاریه. اشتباه بعدی سفید G3. G3 باعث میشه که ضعف هایی رو در وضعیتش بده که البته بردی ازش استفاده نمیکنه. رخ E1 بهتر. جسه که بازی میکنه، شما حرکت خوب سیاه رو اینجا میتونید حدس بزنید. بردیا میگم خیلی وارد این تاکتیک و اینها نمیشه، یعنی دوست نداره یا نمیخواد بازی آشفته بشه. از در D5 اگر میزد برتری خیلی خوبی رو میگرفت و بعد از رخ اینجا، حالا این رخ B3 هم وجود داشت، اسبشو میتونست بکاره توی C3. فیل G7 E4 یک قربانی داینامیک، دو تا فیل فوق‌العاده، حالا صفحه خیلی معلوم نیستش ولی عالی میشه. در هر صورت این کار رو انجام نمیده، حتی انجین میگه با
اسب اف زدم. آره با همین همین دیگه، با اسب ب هم میتونی بزنی. در هر صورت بردیا میگه نمیخوام اسب، میرم عقب. اسب که اومد اینجا اسب میذارم آچ، همون برتری پوزیسیونی خودم میخوام. میدونم میگیم میدونی چی میگن، بازی ساده رو ترجیح میده. اسب ب3 وزیر د7، اسب آ5 رخ آ7، اینا نشون دهنده این نیست که یه بازیکن ترسوه یا هر چیزی، نه، سبک بازیش اینه. مثلا کارلسن هم خودش توی یه مصاحبهش صحبت میگرد، میگفت من یه شاخه‌ای رو توی قهرمانی جهان توی کاتالان، همین کاتالان، با نپو بازی کرده بود، یکی از بازیاش بازی دوم و اینا بود فکر کنم، و توی اون بازی خیلی سفت و سخت یه قربانی رو داد. سفت و سخت نمیدونم چی بود، سفت و سخت بردیاس این بازی نیستش، ربطی به هم دیگه نداره، حفظ کرده بودم سفت و سخت رو. یه قربانی پیاده رو داد در شروع بازی و بعدش اصلا میگفت تو بررسی ها هم اصلا حالم خوب نبود اون پیاده، پیاده چرا من تو شروع بازی بدم، ولی علیرضا مثلا حاضره که مثلا دو تا پیاده هم بده فقط یه مهرش از حریف فعالتر باشه. اینجوری بازیش دیگه، بازی در جه 4 اش در جه 4 اسبم. آخر بازیش هم خیلی خوبه، خیلی دوست. اگه یه روزی به استاد دانش برخوردین وارد آخر بازی نشین، به استاد فیروز جا خوردین نذارین مثلا فعال بازی کن، نمیدونم چیکار باید بکنیم، ولی آخر بازیش هم آخه محاسبش خیلی خوبه، آخر بازیش هم خوبه علیرضا، ولی بازی پوزیسیونی رو باهاش بازی کنین. رخ میاد یک اسب هفت. ببینید جای دو تا اسب چی داره؟ دو تا اسب اونو داره که گفتم بهتون. حالا این اسب درسته، درسته فعلا، ولی در آینده خواهیم دید که این اسب چه خواهد. یکیشو برمیگردونه، فیلم یا جه 5 باز انجین میگه شاه جه 7 رخ 3 سه. ایشون استاد فیلم میذاره جه 5، میخواد ستون سی رو بگیره دیگه، چی از این واضحه تر؟ سفید بلد نیست مثل استاد دانشور بیاد فیلا رو تعویض کنه. اینجا تو بازی الان بردیا بود قطعا فیلیسر رو هوا میرفت، ولی سفید اینا رو بلد نیست. اسبو میذاره ایسه، فکر کرده مثلا فیلش تو این قطش کیو میزنی آخه داداش. رخ 3 شاجه 2، شاه رو به وسط میاره، شاجه 7 هم میاد، حتی فیل برمیگرده. حالا فیل تغییر مکان میده، میخواد بره توی B6. از ته یک من اصلا انجینی بررسی نکردم این بازی رو تا جایی که تونستم. سفید مثلا الان انجین هی بالا پایین میکنه، من چیزی که در بازی میبینم دوباره فیل میاد G5، راهی رو پیدا نکرد. حالا اسب میاد B6، حالا رخ وا دوباره برمیگرده 3-3، تکون میده خیلی براش سینا موحدم به همین شکل تقریبا، تکون میده تا یه جایی حریف اشتباه رو بازی کنه، رخ 3 و اشتباه رو انجام میده، احتمالا در تنگ زمان و اینها هم بوده. اسب بی سر رو بازی میکرد، بازی کماکان یکم برای سیاه بهتر بود، قطعا ادامه میداد، ولی اشتباه رو دقت کنید و اینجا حرکت برنده سیاه بالاخره میزنه، ولی این دیگه قربانی نیست دوستان. اینجا سفید اسب گذاشته بس، اگه میزد فیل در دپن هیچ جا نداره بره رخ، اینجا میزنه، اینجا نداری، اینجا نداری، اینجا نداری، اینجا نداری، پس دلیل این، پس نمیزنه، میاد اینجا رخو برمیگرده 3-7، بازم اگر بزنه با فیل میزنه و اسب از دست میره، همین اتفاقم هم میفته، اسب رو میگیره، رخ در D6، رخ C6، تعویض، کلا علاقمند به تعویضه. فیل میاد توی H4، میگه بردار، بر نمیداره، میگه حالا اینو بردار، حالا اونو بردار، یه پیاده دیگه هم به ما بده، این پیاده رو هم زد، ساده میبره. اسب B4 کیش، اینا رو هم به ما بده، بندازیم بیرون، دیگه اینجا تسلیم شده و اگر میزد فیل دریسه. فوق‌العاده خوب بازی کرده، 3 امتیاز داره، یه 15 تا ریتینگ گرفته، نزدیک 20 تا ریتینگ گرفته، بیشتر از 20 تا، بدون این بازی 15 تا گرفته بود. دور بعدی هم که 3 امتیازی، نفر نهم جدول با جواخیر سیمداروف بازی داره، همه حریفاشو میبینید از خودش قوی تر بوده و دو تا بازی سیاهش هم برده، خیلی جالبه، دو تا سیاهش هم برده، خیلی قدرتمند بازی میکنه واقعا و بردن ازش خیلی سخته. امیدواریم که ادامه داشته باشه. در دورهای بعدی بازی سایر عزیزان و اساتید شطرنج ایران رو هم براتون اگر عمری باقی باشه بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم لذت کافی رو اول برده باشید، به هر جوری هم که خودتون صلاح میدونید از کارهای لذت شطرنج حمایت کنید و خودتون هم از شطرنج و زندگی لذت ببرید.